بسم الله الرحمن الرحیم نحمده و نصلی علی رسول الکریم اسلام استلار شد حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلام فرمایی پنامی برم به خداوند بزرگ و تعالی که نه ظلم نمایم و نه مظلوم قرار گیرم و یا کسی را ذلیل بگردانم و یا ذلیل گردم اگر نامناسب است ما چیز اصلاح کنیم ما. زنده باشید زنده باشید همکاران هم صنفی های دیروز ما یقینا این نکات همه در نظر میگیره کار مشترک ماست امیدوار هستم که به صورت همیش صدای هر یک ما به گوش ما برسه از ما به شما و شما به ما جلالت مآب رئیس هیئت محترم اداری وکلای جلیل القدر ژورنالیستان بینندگان رسای جمعی خواهران و برادران عزیز السلام علیکم و رحمت الله و برکاته لمله غالم در افغانستان در جمهور رئیس شاغل دکتر محمد اشرف غنی او در ملی اوال حکومت اجرایه رئیس شاغل دکتر عبدالله عبدالله سخد زلل کومنه منه نوکنم چه دگران هیواد پلوی حساس شیبو که زید کورنی چارو دنومان وزیر پتوگه دملت کورتا ورو پیجندلم اجازه میخوام با درود بیکران بروای شهدای قهرمان و جانسار وطن مجاهدین واقعی مقاومتگران و مبارزین راستین رای استقلال تمامیت ارضی و حاکمیت ملی خانواده معظم شهدا معلولان و قربانیان جنگ جنگ های تعمیلی خصوصا شهدای قوای امنیتی دفاعی کشور صحبتم را حضور بزرگان ملت آغاز نمایم دوستان عزیز از آنجایی که موضوع امنیت نظم عامه و تنفیذ قانون در افغانستان مسئله نهایت مهم و حیاتی هست و همزمان بحث بسیار مغلق و پیچیده می باشد و از سوی هر افغان به صبرانه از دولت خیش امنیت خود را می طلبد لذا از جلالت مآب محترم صمیمانه پوزش می طلبم اگر در این فرصت کوتاهی که برایم عرضه شده نتوانم اما مسائل را توضیح بدم یقینا در فرصتی که سوالات از جانب شما ارائه می گردد به این کمبود انشاءالله خواهم رسید دوستان عزیز یک موضوع دیگر هم یاد کنم که ابعاد مختلف امنیت افغانستان داره فقط در این برهه زمان ما تنها به عوامل داخلی از او میپردازیم نه به عوامل خارجی به عوامل خارجی از ما کرده بهتر شما آگاهی دارید که از سرحدات ما شروع تا آخری در این مسائل در بیبود وضع امنیتی آمدن ثبات و صلح از این دخل هستند و همچنان در برهم زدنش خاصتا امسایه ما چون پاکستان که هنوز هم لانای تروریسم در بینشان است دهشت افغانی را کمک میکنه تربیت میکنه گسل میکنه که جان بیگناه مردم افغانستان را میگیره این بحث است که عوامل خارجی در فرصتهایی که اگر خداوند خواست نصیب ما شد خدمتتان عرض کنم یقین هستم که وکلای محترم ولوسی جرگه افغانستان از جایی که میفهم نسبت به همه مسائل شما در مسائل امنیتی وقتاً و وقتاً به درستی پرداختین و از این آگاهی دارین فقط اگر صدای ما به جزئیات در بعضی مسائل بلند میشه میخواهیم که این صدا به گوش هر افغان ما در هر جای افغانستان است برسه تا سبا بر ما موبت واقع شود و بتانند نظریات نیکشان که رای بیرون رفت از این حالت است از هر طریق برسه و همچنان از طریق نمایندگان نجیب و شریف افغانستان
در ملت درنو استاد و از ما گران و وطنوالو صلح و امنیت در الله جلال شانهو یو لوی نعمت دی او در طولن هر وگلی در جواندانه در لمنه الکیه و سخه دی نوزکه زموج ملی وثیقه یعنی اساسی قانون دولت او حکومتی در سراسری امنیت به تامینولو او در خلق و در زان مال عزت خپلواکی او انسانی کرامت ساتلو مکلفیت مکلف کردی اما نگاه مسئولانه به حالت کنونی کشور نشاندهنده واقعیت های تلخی است که مبین بدامنی ها و پریشانی های بیشمار مردم و گواه کوتا آمدن دولت در انجام وظیفه قانونیش می باشد. با دریغ و درد باید قبول کرد که دامنه ناامنی ها وسیع تر و گراف حوادث به طور روز افزون سیر سعودی می پیماید. به این واقعیت نیز شک نداریم که اوضاع منطقه و جهان همچنان بر آلام و دردهای مردم ما افزوده و روزانه بالای مشکلات ما مشکلات را علاوه می کند. بر علاوه که کارهای دولت تضادها و خصومتهای دیگران سیاستهای بدبینانه و برتری جویانه برخی ها سرزمین مقدس ما را میدان جنگهای نیابتی ساخته امنیت ما را برهم زده و هر لحظه از ما جان می گیرد و آبادی ما را به ویرانه مبدل می سازد. تروریسم یعنی دهشت اچوانی او نشه توگ هم پرموش پردوی تپلیده اما اساسی پشتنه داده چه ول تروریسم نشه توگ او ملی نفاق پرموش تعمیل شویده زواب روشانه ده زکر چه موش آسیب قبلون که او زور زیادی منون کهیو جنگ های پای هم به اتفاقی ها فقر مادی و فرهنگی موقعیت مرکزی و استراتژیکی کشور ما سوء استفاده دوستان خارجی از مجبوریت های ما ضعیفی نظم اجتماعی و دولتی و غیره عوامل عینی هستند که آسیب پذیری ما را بالا برده و زمینه دخالت و تا تجاوز بیگانگان را در امور ما مساعد ساخته است. راه حل چیست؟ اتحاد، وفاداری به مصالح وطن و پابندی صادقانه نمجازی به احکام و هدایت دین مقدس اسلام و پرهیز از تفرقه و تفتین. اگر بجای حب جا، حب مال، حب خدا و حب وطن را که به آلایشانه نیاکان به ما برس رسیده است در دل ما جاگزین نماید، به دریغ در استعانت الهی به سرمنزل سعادت و رفاهیت خواهیم رسید و از حالت اسفناک نجات خواهیم یافت. دقدر ولو دوستانو رازای چه اگه طول انتظامی سیستمونه او مختلف سکتورونه چه اگوی دکلن پر بسط زموش پا گران وطن که سول امنیت او نظم تینگوی تر سیلن الانده اونیسو او دا اگوی دا لاپیاولتی های دا پار لارچار اولتاو ما 13 سال از زمان بی دولتی را پشت سر گذاشته ایم. در این زمان کارها و خدمات زیاد انجام داده شده است. مردم افغانستان به کمک جامعه جهانی منزل چشمگیر را طی طریق نمودهند. دولت در کل از سطح ملی تا محلی شکل گرفته و تمام سکتورهای آن عرض اندام نموده است. سکتور امنیتی دفاعی خود به سقف حدود انتقال امنیتی از قوای بین‌المللی به قوای ملی آغاز و خوشبختانه حال ما موفقانه به دفاع و امنیت مستقلانه رسیده ایم. جای دارد از قوای امنیتی کشور از صمیم قلب قدردانی نماییم که با وجود مواجهه با دشمنان سوگند خورده و تبهکار توانست خود را به ماموریت مستقلانه امنیت ملی رساند و همزمان با قبول تمام سختی ها و قربانی ها امنیت دو دوره انتخابات را به وجه احسن تامین نماید. خوشا به حال این عزیزان و ما هنوز امنیت دلخواه و لازمی نداریم. قبلا اشاره کوتاهی به عوامل عمده داخلی و بیرونی داشتیم مگر این جانب به مثابه یک فرد نظامی و امنیتی که بیشتر عمر خویش را وقف مسلکم نمودم استنتاجات و برداشت‌های خیش را در مورد ضعف‌های امنیتی دارم که خیلی فشرده حضور معظم شما ارائه نموده
و کوشش می نمایم که بیشتر با پلیس، تنفیذ قانون، امن و نظم عامه و به طور عام با مجموعه خدمات امنیتی بپردازم. پلیس افغانستان که از نامش پیداست، مطابق با قانون اساسی وظیفه انفاذ قانون، مواظبت از امن و نظم عامه را عهده‌دار بوده و نیروی تنفیذ قانون می باشد. جلوگیری از فساد که با تأسف مقامای بالایی در سطح جهان به ما داده است، مقام بالایی را به ما در سطح جهان در فساد دادند. جرایم از جمله معاملات مواد مخدر، تفنگداری، زورسالاری، خشونت‌ها، اختطاف‌ها، باجگیری‌ها و غصب جایدادها که بیداد می‌کند، از وظایف اصلی پلیس به شمار می‌رود. اما با تأسف پلیس بیچاره که ریفرم آن نیست، با تأخیر یعنی در سال 1385 آغاز گردید، با تمام بی‌رحمی قساوت به بی‌تفاوتی با وظیفه مبارزه با تروریسم که در اصل وظیفه قوت‌های بین المللی و اردوی ملی افغانستان بود، سوق شده و بیشتر از 90% قربانی‌هایی که بر آن تحمیل گردیده از این ناحیه هست. پلیس که تعلیمات ماروی کمتری دیده است، تجهیزات و ملزمه لازمی برای معاربه یعنی جنگ ندارد، سوق اداری مسلکی در آن ضعیف است. با تأسف که در خط اول مبارزه با دهشت افغانی نگاه داشته شده است. اما چرا؟ زیرا مرجع تقسیم کار، اما هنگی و تأمین کننده مساعی مشترکه که همانا سرقماندانی اعلای قوای مسلح می باشد، تا آل شکل نگرفته است. دشمن در اینجا ابتکار انتخاب را به دست خود گرفته و پلیس را که برای این اهداف نمی باشد برگزیده است. پلان های ملی تا محلی عملیات بالای دشمن و تصفیه محلات از وجود خصم تا حالا سوری و تکتیکی باقی مانده، ابتکاری، تعرضی و استراتژیکی نبوده است. سیاست بسیج عمومی ملی در برابر تهدیدات با حاکمیت ملی مطرح نبوده و بالای استحکام وحدت ملی کار ماهیوی و پایدار بر وفق مراد انجام نشده است. با کسب رضایت ملت و مصابه نیروی اصلی تامین کننده امنیت که تاریخ گواه روشن آن است و در اصل مالک واقعی سرزمین می باشد، پرداختن نشده است. تجرید و فاصله گرفتن دولت از مردم، فساد و بی‌اعتنایی به قانون که بیشتر از بالا و پایان بوده است، معافیت فاسدان کلان و پرشدن زندانها از خورده مجرمین عوامل دیگر است که به قربانیان پلیس افزوده است. به نتیجه ماندن مش مصالح ملی و سطح نگری به اصل و ماهیت تهدیدات، خصوصا اجتناب دولت از ریشه یابی عوامل داخلی، ظهور پدیده های منفی برای امنیت و عدم اعتراف بزرگان و مسئولان دولت و سکتورهای امنیتی به عیب‌های خیشتن، فاجعه را برای نیروهای امنیتی خصوصا پلیس عمیق‌تر و مضاعف نموده است. چشم پوشی از اصل شایستگی در گزینش کادرها، خصوصا کادرهای بالایی، و در نظر داشت مصلحت‌های غیر مشروع چون گروگرایی، خویشاوند ترجیحی یعنی نپوتیزم و سودجویی و غیره، صدمه بزرگ و جبران ناپذیر بر روند عرضه خدمات امنیتی و عدلی در کشور وارد کرده است. ضعف مواظبت از منصوبان، خصوصا افراد موظف در ساعات بدامن، دزدی از شکم و حق سربازان توسط برخی از آمران، ضعیفی خدمات صحی به مجروحان، به کیفیت بودن خدمات که توجه به خانواده های شهدا، نبود بیمه های بایسته، پلیس را بیشتر در معرض خطر قرار داده است. نبود خط روشن، اصول و معیارهای معین برای تشویق شایسته و سرزنش بیکارگان، تنبلان و خاطیان، اصل مجازات و مکافات را به مثابه اصل اساسی تربیتی و مدیریتی به زانو در آورده. لذا قهرمانان اصلی و فداکاران واقعی که از چشم مردم پنهان باقی ماندن، حقشان با آنها نرسیده است.
رابطه پلیس در تطبیق قانون و تامین عدالت با مراجع عدلی چون سارنواله و محاکم به یک زنجیر مستحکم پایدار و نتیجه آور مبدل نشده است. تنفیذ قانون و تامین عدالت ایجاب ریفورم همزمان این سه ارگان و پیوند ارگانی که آنها را مطابق به خواص کار و مقتضیات قوانین جاری کشور می طلبد. اما با تأسف در این سه ساحه ریفورم ها و اصلاحات امخوانی نداشته. ایجاب می کند که در این بخش استراتژی اصلاحات عمیق و همزمان در عرصه ارگان عدلی تدوین و با کمک دولت وحدت ملی و جامعه دونر به منصه اجرا در آورده شود. کم توجهی به رشد اقتصادی اجتماعی و ضعف خدمات در محلات سرحدی و محیطای عقب مانده کار سرحدداری و امنیت جاده ها را آسیب زده است. با در نظر داشت صف و طولانی بودن سرحدات و مهم بودن جاده های تدارکاتی در کشور، مهاد به خشکه، اوجگیری، شورشگری و معاملات مواد مخدر ایجاب مطالعه عمیق وضع تحفظ سرحدات و جاده ها را می نماید. لازم است مراجع زیرب یک جا با پلیس با کمک ارگان های منتخب ملی و محلی استراتژی سطر سرحدات و محافظت خطوط تدارکاتی کشور را تدوین نماید. تقسیم کار درست و انصافی بین تمام سکتورهای دولت به عمل آمده و سیستم پلیس در آن معین گردد. در اینجا نقش اردو، امنیت ملی، وزارت سرحدات، اداره ارگانهای محل و مراجع خدمات عامه باید خوب برجسته و روشن باشد. سرعت شهرنشینی و رشد به رویه شهرها کار پلیس را در جهت ارائه خدمات امنیتی و جلوگیری از جرائم و تامین نظم در شهرها دشوار ساخته است. بیکاری، ضعیفی روابط عنعنوی اجتماعی، فقر و فساد از علل عمده رشد جرائم در شهرها است. شهرهای بزرگ چون کابل، هرات، مزار شریف، جلال آباد، کندهار، متعاقباً گردیز، لشکرگاه، شبرغان، طالقان، پلخمری، زرنج، فران، خوست، میمنه، فیض آباد، غزنی و غیره توجه جدی می طلبد. خدمات شهری در مجموع این شهرها ضعیف بوده و نظم ترافیکی و تردد تقسیمات ناحیوی و میان ناحیوی تکمیل نگردیده است. امنیت شهرها برنامه خاص خیش را از پلیس می طلبد. 5 دقیقه دیگه هم جناب علی میسه وقت داریم، بفرمایید. درست است، من فقط چون مسائل امنیتی ارزش داره خواست این موضوعات فقط شما تعهدات مرا بشنوین. روستانشینان مهاجر و مجاهدین دیروز هستند که خانه هایشان در اثر جنگ و ایران و زمین ها و شبکه های آبرسانیشان از کار و زرع باز مانده. اکنون که اینان برگشتند و چند میلیون مهاجر دینشین تا کنون در عقب مرزها منتظر و چشمبرای رونق دیهاتند، از خدمات و زمین ها برای تأمین حداقل معیشت محروم ماندند. سیاست های مصروف سازی مشروع و مؤثر و مساعد کردن آب، دانه های اصلاح شده، آلات زراعتی، مواد کیمیاوی و مارکت تا حالا کمترین توجه دولت و جامعه جهانی را با خود داشته است. امین است که فقر و فساد بالا رفته، فرار مهاجرین دوباره آغاز شده، کشت و پروسس معاملات مخدر چند برابر گریده. این ضعف ها با دشمنان مردم افغانستان مجال داده است تا قسمت زیاد از دیات بلانهای توریست ها و تفنگداران زورگو مبدل گردد. اگر بر روستاها که حدود 70% هموطنان عزیز ما را در آن زیست دارند، مطابق به تعهداتی که دو رهبر بر رونق زندگی آنها دادند بذل توجه صورت نگیرد، اداره محلی اصلاح و قوی ساخته نشود، سلسله مراتب اجتماعی دهات مرمت نگردد، از روحانیون علما و شخصیت های ملی و مشران حمایت به عمل نیاید، اوجگیری ناامنی ها دور از انتظار نخواهد بود. کوتاه سخن این که تأمین امنیت به معنی کامل کلمه وظیفه کافی ملت و تمام بخشای دولت می باشد. هر کس باید به جای خود مامور امنیت و ناظر تطبیق قانون باشد. اما این جانب به سهم خیش، اگر مورد اعتماد شما نمایندگان مردم شریف افغانستان قرار گیرم، تعهدات زیرا
در جهت تقویت پلیس و انجام وظایف محوله پلیس با شما و از طریق شما به ملت بزرگوار می سپارم. این مسائل شما همگی آگاهی داشتین، اما تعهدات ما را ممکن براتون تکراری هم باشه، با دقت بشنوین که مکلف به اجرای دو تعهدات خواهد بودیم. انشاءالله. بفرمایید جناب ولی میسه، بفرمایید. فقط توجهتون را جلب کنم. یک، در تطبیق قانون، انصاف کردن، صداقت در امانتداری، زحمتکشی و قبول خطر برای تطبیق قانون و امنیت، هموطنان خود نمونه و الگو خواهیم بود. دو، من به قول دکتر صبغنی رئیس جمهور کشور که میگوید دیگر افغان درجه دو نخواهیم داشت، عمل کرده نام، زبان، رنگ، جلد، محل زیست، مذهب برایم فقط علائم تشخیص خواهند بود، نه معیار در گزینش و تعیین جایگاه. هم افغان ها برایم متساوی حیث و متساوی حقوق می باشند. خود را مانند همیش متعلق به ام افغانستان می دانم. سوم، طوری که در بالا تذکار رفت، بالای پلیس فشارهای اضافی وارد است، لذا خواهیم کوشید یک تقسیم وظایف منصفانه بین مراجع مختلف به عمل آمده و جایگاه پلیس تعریف مشخص خود را دریابد. کار بالای تشریک مسایی، جمع کردن تمام توانایی‌های ملی در جهت خونسازی تهدیدات و کنترل مشکلات برایم از ارجحیت خاص برخوردار خواهد بود، خصوصا کار با مراجع عدلی و قضایی و مسائل مشترک با اردو و امنیت ملی در روشنایی قوانین نافذه در صدر کارم قرار خواهد داشت. چون رئیس بالایم صدا کرده، کوشش میکنم در این مقطع زمان خلاص شد. تشکر جناب علی میسه. چهارم، فساد در سطح دولت و جامعه مادر تمام مشکلات امنیتی، عدلی، اخلاقی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ماست. مبارزه با فساد در دو عرصه، در سطح دولت و جامعه و در بین وزارت امور داخله باید همزمان و با سرعت انجام گیرد. شما بزرگان در مورد فساد و عامل آن معلومات کافی دارید. من به شرح آن نمی‌پردازم، فقط می‌گویم که در کار من و همکاران این جانب نظارت شما و از طریق رسانه های محترم جمعی و شما نظارت مردم را تأمین و در شفافیت و روشنی از عملکرد و حسابدهی از مصارف جوابدهی خواهم بود. ضمناً مطابق به خواص کار پلیس مساعی به خرج خواهم داد که تا جلوی فساد در دولت و عیف و میل شدن عواید ملی را گرفته و از نظر شما بگذرانم. پنجم، مراعات و دفاع از حقوق بشری، کرامت انسانی، آزادی های فردی، جلوگیری از خشونت علیه اقشار آسیب پذیر جامعه چون زنان، اطفال، معلولان، کهنسالان و سایرین از اولویت های کاری ما خواهد بود. فرصت دادن بیشتر زنان به رهبری پلیس و تشویق جامعه برای پیوستن زنان در صفوف پلیس از طریق اتخاذ تدابیر مسئول سازی حیثیت زنان مصروفیت دیگر ما را خواهد ساخت. اما انگی با مراجع زیرب جهت ترویج قوانین و آگاه‌سازی جامعه خصوصا روستایان از احکام دینی و قوانین جاریه ما را در کاهش خشونت علیه زنان و کودکان یاری می‌رساند. من در این راستا یک جا با مراجع زیرب تدابیر خاص را اتخاذ و اجرا خواهم نمود. ششم، مواظبت از پلیس، بیبود سطح معیشت خانواده‌های پلیس، بهترسازی کیفیت خدمات صحی، طرح برای ایجاد سرپناه برای خانواده های پلیس، شهدا، معلولان پلیس وظیفه است که باید بالای آن کار کرد. هفتم، بازنگری ساختارهای پلیس و وفق دادن تشکیل آن با واقعیت های دوران دفاع و امنیت مستقلانه ضرورت مبرم دیگر است. تا فعلا صرف یک سوم پلیس در ولسوالی هایی که بیشتر نفوذ در آن زندگی داشته و تروریسم و تریاک و گروه های مسلح غیر قانونی در آن فعال می باشند ایفای وظیفه می نمایند. کار به منظور ارتقای ظرفیت سوق و اداره و توانمندی رهبری پلیس امر دیگر است که از ما تلاش همه جانبه می طلبد. در اینجا مراعات اصل شایستگی و تعهد به ارمان های ملی
که من شایق جدی آن هستم. اصل نخستین گزینش در کادر رهبری پلیس را در بر خواهد گرفت. هشتم، تکمیل و تکوین استراتژی‌های سطر سرحدات، محافظت جاده‌های تدارکاتی، امنیت شهرها و تقویت ادارات محلی پلیس وظیفه فوری و آنی دیگر است که بدون تأخیر باید به آن پرداخته شود. دفاع مستقلانه و امنیت با کیفیت از همین جا تضمین می شود. نوم، مبارزه با شورشگری و دهشت افغانی، کاهش تلفات پلیس و مردم ملکی مساعی مشترکه تمام نیروها را لازم دارد. اما در داخل پلیس هم باید کارهای به منظور بالا بردن قابلیت ها و توانی های قوای خاص پلیس، قوای نظم عامه، پلیس امنی و پلیس ضد ترور و جرائم، حمایت و اصلاح پلیس سه محلی انجام شود. ضرورت انحلال بانهای مسلح تروریستی و غیر مسئول و گروه های قاچاقچی از اوامر جدی وضعیت فعلی هست که به آن خواهیم پرداخت. دوم، محابس که اخیراً به پلیس سپرده شده است، اصلاحات جدی را می طلبد. تا حدی که زندان به مرکز تربیت زندانیان مبدل گردد، در اینجا وضعیت بسیار وخیم است. یازدهم، توزیع تذکره الکترونیک و سرعت بخشیدن با آن اهمیت بزرگ برای برنامه ریزی های ملی داشته و کار ما را در شفاف سازی انتخابات و سایر اجراءات ملی سهولت می بخشد. من با آن توجه خاص مبذول خواهم کرد. دوازدهم، تقویت هماهنگی پلیس با قوای عدلی و قضایی ضرورت دیگر است که در مقابل ما قرار دارد و من با آغاز کارم قسمت زیادی از وقت و توجهم را صرف این امر مهم و لازمی خواهم نمود. سیزدهم، من توجه جدی به امنیت ارگان‌های منتخب ملی چون نمایندگان با شرف مردم افغانستان، قضات، سارنوالان، کارمندان خدمات عامه و خصوصاً به تشبثات خصوصی و سرمایه‌گذاران مبذول خواهم داشت. جناب علومی صاحب، فقط انشاءالله که متوجه وقت باشیم. یک پاراگراف مانده است. مطمئنم که نیل به این اهداف برنامه‌های خاص و فوق‌العاده‌ای را می‌طلبد. چهاردهم، رابطه پلیس با مردم، کسب حمایت جامعه، علما، روحانیون، خصوصاً قشر مدنی برای اهمیت زیاد دارد. لذا دخیل ساختن مردم و جامعه مدنی در نظارت از عملکرد پلیس و در نظرداشت نظریات مردم در اصلاح و مردمی ساختن پلیس به ما انرژی فوق‌العاده خواهد بخشید. تامین نقش اطلاع رسانی و وسایل اطلاعات جمعی در تبادل حقایق بین مردم و پلیس نهایت مهم خواهد بود و من به این پرداخته و به این مسئله جدا متعهدم. پانزدهم، سیستم خدمات تدارکات و از مراقبت و چگونگی تدویر و مصرف بودجه نهایت ضعیف و ملوث بوده و طوری که دکتر صاحب محمد اشرف غنی رئیس جمهور فرمودند، این بخش باید افغانی، شفاف و باعث ایجاد اشتغال و عواید مشروع برای افغانها گردد. من این عرصه را مورد اصلاح بنیادی قرار داده و در صورت ضرورت از کادرهای ملکی و متخصصین استفاده خواهم. جلالت مآبانو، ده خلق و محترم و استازو، که استاس ده باور ول وگرزم، زه شه پوهیږم چې زموږ ګران وطن د بیعدالتي او بیامنی څخه رنج ولي، او شه پوهیږم که چیرې قانون پذیره اولسپاله پولیس ولرو، نیکبختی او سوکالی، عزت او سرلولی و بچتکی سره مونږته راشي. نو ژمنه کوم چې په خپل قول، توان، پوه او تجربه سره چې لرم یې په صادقانه توګه به د افغانستان د ملي پولیسو د اصلاح او پیاوړتیا په لاره کې نه تلای کیدون که حلی زلی اکلم او درشتین امنیتی دی تنگیش دی پاره با چپاقه که زموش دی اولوسون و زان اجتمنه آزادی او انسانی کرامت خونده وی حسه اکلم او دگران و وطنوال و دی قانونی حقوق دی دفاع او دی طولانیز و عدالت دی عملی کیدو سخه داده و نکلم. صحبتم را با شعار پلیس که خدا، وطن و قانون است پایان می بخشم. خدا آن ملت را سروری داد که تقدیرش به دست خیش بنوشت، با آن ملت سر و کار ندارد که دیقانش برای دیگران کشت. و من الله توفیق. تشکر از توجهتان.